طرفداران دولت در مقابل مسجد قبای شیراز تجمع کردند و به تابلوی دفتر آیت الله دستغیب رنگ پاشیدند. عده‌ای از طرفداران دولت پس از نماز جمعه دیروز شیراز روبروی مسجد قبا محل سخنرانی آیت الله دستغیب تجمع کردند و در مخالفت با سخنان اخیر او شعار دادند. به گزارش کلمه روز پنجشنبه نیز عده‌ای موتور سوار که صورت خود را پوشانده بودند به تابلوی دفتر آیت الله دستغیب رنگ پاشیدند. به گفته منابع خبری کلمه با توجه به جلسات مسئولان برخی نهادها احتمال حمله مجدد به مسجد قبا نیز وجود دارد. صدیقی گفت باید کمک کنیم تا رمیده ها را برگردانیم. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران دیروز گفت باید کمک کنیم تا رمیده ها را برگردانیم. او گفته باید به سراغ کسانی که از نظام جدا شدن برویم و ببینیم درد و مشکل آنها کجاست. صدیقی همچنین سیاسیون جدا شده از نظام را دشمن خودی خوانده است. به گزارش ایلنا، صدیقی در خطبه دوم نماز جمعه دیروز تهران گفته است سیاستمداران باید کمی خود را پایین بکشند و خشم خود را به جامعه نکشانند تا سعادت جامعه به خاکستر تبدیل نشود. او به سیاستمدارانی که به قول وی خود را از مردم و پرچم ولایت جدا کردند گفت که آمریکا آنها را قبول ندارد، بلکه فقط برای آن دولت پلند. صدیقی خطاب به این سیاستمداران گفته است دوباره بیایند که در این صورت مردم هم آنها را قبول می کنند و نظام هم سعی صدر خواهد داشت و کارگروه هایی راه بیفتد و این مسائل را حل کنند و اصولاً چرا نتوانیم یک دشمن خودی را به دوست تبدیل کنیم؟ او همچنین پرسیده است وقتی همدیگر را تحمل نمی کنیم چگونه می توان انتظار داشت که مسیحیان و دیگران ما را تحمل کنند؟ به گفته صدیقی کسی نمی تواند دم از امام زمان بزند، اما فقاهت و مرجعیت و رهبری را که مرجع جهان است قبول نکند و زیر پوشش او قرار نگیرد و دار و دسته درست کند. شش فعال آذربایجانی به حبس محکوم شدند. حسن عبداللهی جهانی مدرس زبان و ادبیات ترکی، محبوب بوداغی شاعر، فراز زهتا فعال دانشجویی در دانشگاه تبریز، حبیب آوریده، محمد رضا هاشمی و حسین آسیایی از شهروندان آذری ساکن تبریز به حبس از 6 ماه تا 1 سال محکوم شدند. به گزارش ساوالانسسی، قاضی محمدی رئیس شعبه 111 دادگاه جزایی تبریز حبیب آوریده را به 1 سال حبس و حسن عبداللهی جهانی، محبوب بوداغی، فراز زهتاب، محمد رضا هاشمی و حسین آسیایی را به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. این 6 تن در خرداد و تیر 88 توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز دستگیر و پس از تحمل نزدیک به 3 ماه بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان تبریز آزاد شدند. اتهام آنان مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مدیریت وبلاگ و چاپ و انتشار اعلامیه و دعوت مردم به تظاهرات بوده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد غیرعلنی بوده و آنان در دوران بازداشت در اداره اطلاعات تبریز از ملاقات با خانواده و وکیل محروم بودند. نقی محمودی، عباس جمالی و عظیم‌زاده وکالت این متهمان را بر عهده دارند. وضع جسمی شهابی، زندانی سیاسی، نامساعد است. خانواده رضا شهابی، فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، گفتند که وضع جسمی او نامساعد است. آنان صبح روز پنجشنبه 28 مرداد ماه با رضا شهابی در زندان اوین ملاقات کردند. به گزارش هرانا در این دیدار، رباب رضایی، همسر شهابی، و دختر و برادر کوچکتر شهابی حضور داشتند. به گفته آنان رضا شهابی به شدت دچار ضعف جسمانی است و علاوه بر ناراحتی و درد شدید در ناحیه گردن و کمر دچار بیماری گوارشی شده است. رضا شهابی پیش از بازداشت به علت درد شدید در ناحیه گردن و کمر تحت نظر پزشک بود. وضع روحی مهدی کریمیان اقبال نامساعد است. بنا به اخبار رسیده از بند 350 زندان اوین، وضع روحی مهدی کریمیان اقبال، عضو زندانی جبهه مشارکت، بسیار نامساعد است. به گزارش دانشجو نیوز، مهدی اقبال در 12 آبان 88
به جرم نوشتن شعار مرگ بر روسیه بر روی دیوار سفارت روسیه بازداشت شد و تا 5 خرداد ماه امسال در بند امنیتی 209 زندان اوین در شرایطی دشوار محبوس بود. او اکنون در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد. در 30 اردیبهشت ماه 89 حکم 4 سال حبس مهدی کریمیان اقبال در دادگاه تجدید نظر تعیین شد. 2 سال از این حکم به اتهام توهین به رهبری صادر شده است. مهدی اقبال که 2 فرزند دارد نزدیک به 10 ماه است که در زندان به سر میبرد و هنوز نتوانسته است از مرخصی زندان استفاده کند. لاله حسنپور با اتهامات جدید مواجه شد. لاله حسنپور فعال حقوق بشر روز چهارشنبه 27 مرداد ماه جهت اخذ آخرین دفاعیات به شعبه 3 بازپرسی دادگاه انقلاب تهران مستقر در زندان اوین احضار و در این حال 3 اتهام جدید به وی تفهیم شد. به گزارش هرانا در این جلسه که بدون حضور وکیل مدافع حسنپور برگزار شد، اتهامات توهین به رهبری، توهین به مقدسات و توهین به رئیس جمهور به او تفهیم شد. یکی از وکلای مدافع حسنپور گفته که به وکلا اجازه ورود به دادسرای مستقر در اوین را نمی دهند و به همین علت او نتوانسته در دادگاه حاضر شود. او گفته است که در تماس تلفنی با لاله حسنپور از اتهامات جدید او مطلع شده است. دلیل این اتهامات انتشار مطالبی در وبلاگ شخصی حسنپور بوده است. به گفته وکیل حسنپور، وی پیشتر به اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در کمپین نوجوانان محکوم به اعدام، عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و شرکت در اغتشاشات متهم شده بود. لاله حسنپور در زمان بازداشت تحت فشار شدید بازجویان برای اعتراف تلویزیونی بود. حسنپور 25 اسفند ماه 88 در منزل پدریش در تهران توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بند 2 الف زندان اوین منتقل شد. وی در 12 خرداد ماه امسال با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده بود. وعده آزادی مشروط بیگ محمدی هنوز محقق نشده است. به رغم قولهای مکرر دادستانی به خانواده میثم بیگ محمدی مبنی بر اعطای آزادی مشروط به وی، او هنوز در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد. به گزارش جرس، میثم بیگ محمدی، دانشجوی مترجمی دانشگاه علامه طباطبایی، در دی ماه سال گذشته بازداشت شد و در دادگاه بدوی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تقلیل یافت. بر طبق قانون، متهمان بعد از گذراندن نیمی از دوران محکومیت خود، می‌توانند با موافقت دادستانی از آزادی مشروط یا مرخصی متصل به آزادی استفاده کنند و تا پایان دوره محکومیت خود در بیرون از زندان باشند. برخی از محکومان سیاسی بعد از انتخابات بر طبق همین قانون از زندان آزاد شدند. وبلاگ ابتکار سبز مسدود شد. به دستور مقامات قضایی وبلاگ ابتکار سبز مسدود شد. این وبلاگ متعلق به معصومه ابتکار، عضو شورای اسلامی شهر تهران است. او در زمان ریاست جمهوری خاتمی معاون او بود. به گزارش کلمه، ابتکار این وبلاگ را از آذر ماه 1385 راه اندازی کرد و تا کنون 431 یادداشت در آن منتشر کرده است. موضوعات این یادداشت‌ها زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی، زنان و قرآن بوده و مجموعاً بیش از 1 میلیون نفر بازدید کننده داشته است. وبلاگ ابتکار سبز از وبلاگ‌های منتقد به سیاست‌های دولت نهم و دهم بود، اما همواره خطوط قرمز در آن رعایت می‌شد. وبلاگ ابتکار سبز در بهمن ماه 88 و خرداد 89 نیز فیلتر شد، ولی این بار مسدود شده است. معصومه ابتکار از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بوده و در سال 2006 در برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد به عنوان قهرمان زمین انتخاب شد.